در سال 1389 مجلس شورای اسلامی صادقانه بگم یه قانون مترقی در زمان خودش مصوب کرد، ابلاغ کرد. متاسفانه یه گیری اون موقع دولت وقت در این موضوع ایجاد کرد و قانون از سال 89 تا سال 1392 اجرایی نشد. حالا مشکلاتی بود. 89 تا 92 قانون اجرایی نشد به دلیل اختلافی که بین مجلس اون زمان و دولت اون زمان بود. سال 1392 من حالا از آقای دکتر خواهش میکنم به این موضوع عنایت داشته باشن، هیچ ارتباطی در قانون با معاونت علمی وجود نداشت. اما معاونت علمی چون همین نکته‌ای که آقای دکتر گفتن رو قبول داشت، با نخبگان بسیاری نشست و برخاست داشت، با شرکت‌های بسیاری که میتوانستن در این زمینه ما میتوانیم رو در کشور صحه بذارن روش و انجام بدن ارتباط داشت، اومد به تأسی از فرمایین رهبری این علم رو به دست گرفت با تمام مخالفت‌هایی که در نهادهای دولتی و از جمله حتی در مجلس داشت، این کار رو شروع کرد. با 5 شرکت در سال 1392 کار خودش رو آغاز کرد. الان 5500 شرکت دانش بنیان در روزی که با هم داریم صحبت میکنیم تایید صلاحیت شده، توانمند شده، حمایت شده، تسهیلگری شده تا اینا به وجود اومدن. در کنار این معاونت به درستی رسید به این موضوع که اگر قرار اقتصاد دانش بنیان در کشور شکل بگیره، اقتصاد دستوری شکل نمیگیره، اقتصاد باید از بدنه جامعه و کشور رشد کنه بیاد بالا، باید بره زیر ساختهای لازم رو ایجاد کنه. آقای شکیبا، زیر ساختها میدونید چی بود؟ بانک هایی که به شرکت های دانش بنیان، چون شرکت های دانش بنیان استشون فکره، مغزه، نرم افزاره، سخت افزار نیست. بله. دودکش و متراژ و سوله و نمیدونم جای بزرگ ندارن. اومد این زیرساخت رو ایجاد کرد. زیرساخت اینا چی بود؟ میگفت اگه شرکت دانش بنیانی اومد تو یک حوزه کارش خودش رو انجام داد، از دل این استارتاپ یا شرکت نوپا به وجود اومد، من چجوری ازش حمایت کنم؟ کی باید اینا رو منتور، راهنمایی و راهبری کنه؟ باید شتاب دهنده ها به وجود بیان. بله. کی این شتاب دهنده ها رو تغذیه میکنه؟ باید مراکز نوآوری به وجود بیاد. اینا نبود. یعنی سال 1392 ما در کشور اون مرکز نوآوری نداشتیم، مرکز رشد داشتیم، یه کار دانشجویی انجام میداد. یعنی مراکز رشد در دانشگاه ها، یه استاد راهنما، چند تا دانشجو، خداحافظ شما. ارتباط بین صنعت و دانشگاه وجود نداشت. اما امروز ما وقتی با هم داریم صحبت میکنیم، آقای دکتر عزیز، 6000 استارتاپ در کل کشور فعالیت میکنن. بدنه اینها ارتباط با صنعت و دانشگاه رو به درستی شکل دادن. ما 2 سال از سال 92 تا سال 94 فکر میکنم آخرش استارتاپ های آیتی و خدمات محور رو حمایت میکردیم. سال 94 رسما معاونت علمی اعلام کرد که من دیگه با استارتاپ های آیتی و خدمات محور کاری ندارم، میرم به سمت استارتاپ های محصول محور و اتفاقا از عنوان شما استراتژی محور. ببینید، نه دولت، وقتی میگم دولت، نه شخص رئیس جمهور، نه معاون اول، اینا دولت به معنای نهادها و سازمان ها، هیچ کدوم دانش بنیان ها رو قبول نداشتن. شاید الان هم بری با دانش بنیان ها درد دل کنی، قبول ندارن. در حاکمیت هم همین نگاه بود، یعنی میگفتن آها اینا یه سری اساتید و یه سری جوونن، دارن یه کارایی میکنن. خدا انشالله هرچی زودتر این ویروس کرونا رو ریشه‌کن کنه. کرونا در تمام به اصطلاح مضیقه هایی که برای کشور، برای مردم، عزیزان رو از دست دادن، مشکلات ایجاد کردن، این ارتباط نزدیک ما و شما آقای دکتر رو باعث شدن، اما یه حسنی داشت. کرونا به مردم ما، به دولت ما، به مجلس ما، به حاکمیت ما ثابت کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان حرفی که می‌زنن درسته، می‌توانند. من کرمی، آقای دکتر میومدیم توی همین رسانه ملی میگفتیم آقا ما 15 دنیاییم، در نانو 4، در تولید مهندس در دنیا بعد از چین و فرانسه و هند 4. همه میگفتن این یا داره دولت رو تبلیغ میکنه یا داره نظام رو تبلیغ میکنه. ولی در کرونا ما ثابت کردیم 15 روزه، آقای شکیبا، 15 روزه کیتی که وجود نداشت، یعنی کرونایی نبود که ما کیت کرونا ساخته باشیم. کشورهایی که ماسک، ونتیلاتور، نمیدونم کیت به هیچ کس نمیتونستن بدن. چرا؟ چون در کشور خودشون درگیر بودن. البته تحریم ها هم بود. شرکت های دانش بنیان
کیت رو گذاشتن رو میز، بعد صادراتی کردن. شرکت های دانش بنیان ونتیلاتور رو گذاشتن رو میز، بعد صادراتی کردن. تو همین زمان ما با مالیات، با گمرک، با بیمه، با ببینید قانون مترقی اون زمان، همین الان دوستان دارن در مجلس زحمت میکشن قانون جهش تولید رو میدن که اون چالش ها و موانعی که وجود داره برای شرکت های دانش بنیان رو رفع کنن. با تمام احترامی که برای مجلس محترم شورای اسلامی قائلم و واقعا شبانه روز دارن زحمت میکشن، اما قانون رو دارن برای امروز مینویسن. میدونید چرا؟ چون شرکت های خلاق توش دیده نشده، فناوری های نرم توش دیده نشده، صنایع فرهنگی هم دیده نشده. ما در واقع مدیوم تک رو داریم که همین فناوری های نرمن، لو تک رو داریم همین کارهایی که کسب و کارهایی که روزمره تو جامعه انجام میشه، و های تک رو داریم تو دنیا که همین چیزی که ما اسمش رو گذاشتیم شرکت های دانش بنیان. آقای شکیبا، ارزش افزوده ای که راجع به عطر و گل و گلاب گفتم تو فناوری های نرم تو صنایع فرهنگی شکل میگیره، نه تو های تک، چون اصلا صنایع خلاق های تک نیستن، نوآورن. ماهیت اونها با خلاقیت و نوآوری عجین شده. ولی مجلس ما شاید اصلا مقصرم ما باشیم و معاونت علمی باشه که نگفته باشیم بهشون، ولی مجلس ما الان داره قانون رو مینویسه، یک سال بعد خود آقای دکتر حاجی دلیگانی میاد اینجا به من میشینه میگه خودت رو زودتر نگفتی. اقتصاد دانش بنیان دستوری و بخشنامه‌ای شکل نمیگیره. یک، آقای دکتر، جو و جریانی شروع شده در کشور تحت عنوان نوآوری و فناوری که هیچ دولتی نمیتونه جلوی اونو بگیره. جوانایی وارد شدن با روحیه جهادی، با جسارت، با فکر، با اندیشه و توان بالا که هیچ دولتی در ایران حتی اگر بخواهد به واسطه وجود شخص مقام معظم رهبری نمیتونه جلوی اینا رو بگیره. من صادقانه به شما میگم اگر حمایت های آقا نبود، نه بنیاد ملی نخبگانی بود، نه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور. آقا چند بار به صراحت فرمودن که این نهال توسط ایشون قرض شده و گفتن من تا جان در بدن دارم پشت اینو هستم. پس این یک، این جنبه دینی و مذهبی و ملی و وطنی که اتفاقا این جدیتر میکنه ماجرا رو. حالا باید چیزی که در قانون مترقی سال 89 در واقع آمده بود سه بند بیشتر نداشت. یک، صندوق نوآوری شکوفایی که بخشی از بودجه رو برای اون در نظر گرفته بودن. دو، یک سری معافیت های مالیاتی و بیمه ای. تمام. معاونت علمی و تیمی که اون رو در واقع تمشیت میکرد به این موضوع که حضرت آقا این رو عنایت دارن بهش انقدر باور داشت که اومد با قوه قضاییه. شما دو ماه یا سه ماه نیست که با حضور شخص آیت الله رئیسی مرکز نوآوری قوه قضاییه رو چه اصلا تو قانون ربطی به این مسائل نداشت، با شهرداری ها و کلان شهرها تفاهم نامه هایی رو امضا کرد و اونها رو تهیج کرد و کمک کرد که کارخانه های نوآوری به وجود بیاد. ما الان در 9 تا کلان شهر خودمون کارخانه نوآوری داریم، یعنی مناطق متروک و از کار افتاده اما در دل شهر رو تبدیل کرد به جایی که جوونا استارتاپ ها برن این کار کنن. اصلا تو هیچ جای قانون اشاره‌ای به استارتاپ نشده، در هیچ جای قانون اشاره‌ای به شرکت های خلاق نشده، اما معاونت اومد ذیل قانون حمایت از تأسیس شرکت‌های دانش بنیان یک برنامه رو تعریف کرد به نام برنامه توسعه زیست‌بوم صنایع فرهنگی و خلاق. چرا؟ چون میدونست قانون شاخص‌هایی رو برای اقتصاد برای شرکت‌های دانش بنیان گذاشته که این شرکت‌هایی که میان رجوع می‌کنن شاید از 10 تا 2 تا یا 3 تاش بتونن اون شاخص‌ها رو پاس کنن و اصطلاحاً دانش بنیان بشن و بتونن از تسهیلاتی که ذیل قانون و حمایت‌هایی که معاونت ایجاد کرده بهره مند بشن. خود معاونت اومد برای اینکه این شرکت‌ها رو میشناخت، میدونست قدرت و پتانسیلشون بالاست اما هنوز نشدن، نیمی از تسهیلاتی که میتونست از طریق تفاهم‌نامه، از طریق خواهش، از طریق رفتن، چانه‌زنی، لابی اصطلاحاً بیاره برای این شرکت رو در نظر گرفت.